میکنن. سلام، من اصلا نمیدونم این بابرگا داره چی کار میکنه. نکنه یه چند روز مرخصی کرده با خانواده رفته شمال. منم که چیز روشن نمیکنم اصلا. یه کامپیوتر از صبح تا شب روشنه و یه تلویزیون کلن روشنه. اصلا واسه تلویزیون ما شرکت سازندش فقط دکمه خاموش دادن داشته، چون همیشه روشن بوده مگه اینکه خلافش ثابت شه. بسی چهل تا شارژر گوشی که از این پریز به اون پریز نقل مکان میکنن مثل پرستو. چیزی روشن نکردی مثلا که من علت برق گرفتگی رو نمیفهمم. سلام بابا برق شمایی؟ خوبه بچه شب قبل از امتحانش سریال مورد علاقه‌شو نبینه؟ افسرده بشه؟ بره سر امتحانش امتحانشو کم بزنه؟ تجدید بیاره؟ رفوزشه؟ ترک تحصیل کنه دیگه رفیقای مدرسه‌شو نبینه؟ و در تنهایی و غربت بمیره؟ بله دوستان، به خبری که هم اکنون به دست ما رسیده توجه فرمایید. پول در بیاری واسه چی؟ واسه خرگوش و سنجاب. میخوای خرگوش بخری؟ آره خرگوش و سنجاب. خب چی کار کنی؟ خب اونا رو چیز کنم دیگه، بسیدم سرف باشون بازی کنم دیگه. اونا مگه عروسک هم؟ خب با اونا بازی میکنم دیگه. خب اونا اذیت میشن؟ خب مثلا یه بازی میکنیم اذیت بشن. چه بازی مثلا میکنیم اذیت بشن؟ مثلا دنبال بازی. دنبال بازی؟ خب اینا مثلا تو پارک و اینا باشه بهتر نیست؟ بدون که تو خونه باشه سنجابا؟ پارک باشه آزاده ولی خونه باشه زندانه. آفره. پارک باشه بهتره؟ آره پارک باشه بهتره. گنده است پارک، یه پارک گنده گنده، پارک گنده بتونه بره اون برترا گورترا گنده تر باشه که تو هم باش بری دنبال بازی؟ آره. مدادار رو چی کار میکنی؟ میزن تو کموت. مدادار رو میزن تو کموت؟ آره. واسه چی تو کموت میزنی؟ خب کموت واسه وسایل استیگه، مثلا دفتر رو میزنم تو کموت، اسباب بازی رو میزنم تو کموت، کموت شیشه ای ارسکر میزنم کموت شیشه ای، بعد ماشین دفتر مدادا رو میذاریم تو کموت سنگی. ماشین بابا رو کجا میذاریم؟ بیرون. اونو تو کموت نمیذاریم؟ نه جا نمیشه که. اگه کموت بزرگ باشه میذاریم تو کموت؟ نه بزرگ باشه اندازه اتوبوس که اصلا جا نمیشه. ماشین بابا بزرگه؟ اتوبوس نیست که ماشین بابا. اتوبوسه؟ نه اگه اتوبوس باشه فقط مسافر کشی میکنی، مسافر کشی ماشین کوچیکم باشه تاکسی سوار میکنی، ولی ماشین ساختن باشه سوار میکنی میگه. چی؟ چی؟ خب الان چی کار کنیم؟ اومدی اینجا خود خودت بود اومدی چی کار کنیم؟ اومدم ورجه کنم دیگه. خب الان چی کار کنم؟ خب هر کاری دوست داری؟ اینجا خودست اونجا خودست. من میگم دیگه بسته بریم عرق کردیم بریم دیگه. همانطور که خدمتتون عرض میکردم در مصرف برق صرف جویی نمایید. بله عرض میکردم. وی گفت میزان برقی که شاهین خانم به همراه فک و فامیل مصرف میکند به اندازه کل نیروگاه هسته‌ای بوشه برق مصرف میکند و مسئولین از او طلب کرده اند که هرچه سریعتر ماشین لباسشویی و تلویزیونش را منهدم نماید. همچنین وی افزود از مردم شریف ایران خواست شبا که ما میخوابیم آقا پلیس بیداره، نه اینکه کل ملت، فقط آقا پلیس. همچنین از نوجوانان خواست توپ قشنگشون که قشنگ و نازه حالا میخوام برم به بازی واقعا توپه
نه اینکه توی کامپیوتر دنبال توپ بگم. وی افزون شعر صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جو نشسته در باره دانه های انار است، نه اینکه شارژر هایتان را صد دانه صد دانه داخل یک پریز فرو بفرمایید. درشو با این دست بر میداری. ببین اینجا نگه میداری. خب با این قاشق بر میداری. پنه بیشتر رو بر بریز. حالا سس بریز. این سس بریز. خب خوبه. بیا. هم نزد. فلفل بریز. یه ذره بریز. خب خوبه. اینو بذار اینجا. بعد خانم سوزی. از اینم یه ذره بریز. چیه؟ خب. بیا. خوبه. اینم بریز. چقدر بریزم؟ هم بزن آقا قشنگ هم بزن. خیلی حال میده اصلا دارم خوب بریز 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 با دست چپی یا راست؟ من با هر دو. نه اینجوری نمیشه. بریز 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 هم بزن. خودم میخوام بخونم اینقدر فلفل زدم؟ بیا این دستمال رو بگیر به بیش دورش دیگه با دست رو نگیر دستمال رو بگیر اینطوریه اینجوری آه ببین اینو بیاریم بیاریم این از این قاشق هم برمی داری؟ بیا یه دارم از این سوسا میگیر دوش آه ممنون خب آه چقدر میشه؟ باز شما هیچ میزنیم به حساب سر ما باید حساب بله خدا به زمگی، خدا حافظ، خدا حافظ زمگی، ممنون بابتر باشم. به گزارشی که همینک به دست ما رسیده، توجه فرمایید. بابا برقی در اقدام کوبنده، برق شهیر خانم و فک و فامیل را قطعید. و نیروگاه هسته بوشهر می تواند به بقیه هموطنان برق برساند. خدا را شکر که فیوز کبرا خانومینا پریده است و اهالی محل می توانند به راحتی هرچه تمامتر از برق استفاده نمایند. مسئولین از میوه فروشان عزیز درخواست نمودند با چراغ ببخشید با پروژکتور گذاشتن داخل مغازه هایشان سعی نکنند که میوه های کال و خرابشان را رسیده و سالم به نظر برسند و همچنین از لباس فروشان عزیز استدعا کرد که با نورپردازی های خاص و مجلسی سعی نکنند لباس های پاره پورهشان را شیک و مجلسی جلوه بدهند. دائمتونی چه شبها که شما خواب بودین و ما کیلو کیلو ازتون برق میخریدیم، چه وقتها که همه کم مصرف میکردند و ما براتون درآمدزایی میکردیم. اصلا میدونی چی آقا برقی؟ ما داریم پولشو میدیم. بلد وی گفت برق سرمایه ملی است و هر چقدر هم که پول بدهیم از سرمایه ملی کاسته می شود. همچنین اتاق فرمانی ورجه وورجه اشاره می کند که فیلم ها و عکس های باحالتون رو براشون بفرست. تا دیداری بعد درود و سلام.
اگه تحصیل کنه آقا بر شما و در تنهایی و غربت بمیره. دو تا قسمت بودم توی محرم زون، نباید اینجوری بکنم.